فضایل عقیده توحید بدانیم فضیلت عقیده توحید چی است که فضیلت اولش قبول شدن اعمال است و محفوظ ماندن اعمال است هم اعمالت محفوظ میمانه و هم قبول میشه چرا اگر توحید نداشت زد توحید چی است شرک است آیت قرآن چی میگه؟ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ اگر شرک آوردی روزانه یک هزار رکات نماز خواندی بسته سال روزه گرفتی بسته مالت صدقه کردی چندین مرتبه حج و عمره کردی اما یک شرک انجام دادی الله ای قایده را میتکه لَئِنْ اَشْرَكْتَ اگر به الله در ذاتش یا در صفاتش یا در افعالش یا در عبادتش یا در اطاعتش کس را شریک کردی لا یحبطن عملو و شما که دیگه حلقه درس صرف و نحو میخوانیم کسایی که صرف و نحو ما و شما وقتی که یک نفر را که اگر شرک کردی اعمال تو باطل میشه از بین میره کل حسنات از بین میره اگر میخوایم که تاکید کنیم برش میگیم که اگر شرک بری حتما اعمالت از بین میره باز میخوایم اون دقیق تر بفهمانی باز میگیم او بچه فکر تا بگی اگر شرک بیری حتما 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 تمام اعمال چی میشه از بین میره در زبان عربی ایوازمی حتما 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 و حرف دارن لام در اولش آورد یک حتما دو تا نون هم در آخرش آورد چی شد؟ یحبتو تبدیل شد به چی؟ پس الله تأکید میکنه سه مرتبه که او انسان مؤمن اگر داری پنج چیز با الله کسر شریک ساختی تمام میشن؟ اعمال تو چی میشه؟ از بین پس منفیات توحید چی که اعمال صالح انسان چی نگاه میکنه؟ محفوظ نگاه میکنه که در روز قیامت دفتر اعمالت معلوم شوند از این خاطر الله سبحانه تعالی در قرآن چی میگه که لا نقیم لهم وزنا چرا بر کافر وزن نمیگذارن چیزی ضرورت است به ترازو به خاطری که با شرک و کفر تمام اعمال از چی شده محو شده حالا چی در ترازو بانی او که در روز قیامت می مشرک است نماز خوانده روزه گرفته ذکر کرده عبادت کرده حج رفته تمام اعمال کرده لکن رفته و قبر سجده کرده رفته بر مرده گفته او فلانی بر ما بچه بده فلانی دختر بده در خالقیت الله مخلوق شدی کردن رفته مثلا یک سنگ یک دانه سنگ در دا گردنش تو خدا کرده که سنگ اشتو که من از بلا چی میکنه صفت حفظ و تصرف الله را به سنگ دادن صفت حفظ و تصرف الله را به یک چوب میده بعضی کسا بعضی کسا به اسپند میده اگه اسپند کسی بلا را بند میکنه <applause> ها ان الشيس لان اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين تكونوا باز توكيد التوكيد ونون التوكيد الثقيله حتما 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 از جمله خسران کننده ها این حالا اگر می خواهی که اعمالت محفوظ بنا و از والعصر إن الانسان لفی خسر ازي خلاص بانی باید چی داشته باشی؟ عقیده توحید داشته باشه. این منفعت و این فضیلت عقیده توحید است فضیلت دوم است که دفتر اعمال که بعد استراز داده میشه فقط بر موحدین داده میشه کسی که در ذات، صفات، افعال، اطاعت و عبادت الله کس مخلوقی را شریک نکرده مخلوق شرط نیست که مخلوق کی هست ملائکه هم مخلوق است پیغمبر هم مخلوق است نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین کلش مخلوق هستن، جناب مخلوق است، سنگ ها مخلوق است، چوب ها مخلوق است، درخت ها مخلوق است، بت ها مخلوق است، زیارت ها مخلوق کل از این جمله مخلوقات است. یکی الله است، در مقابل الله کی است؟ غیر الله است. پس دوم منفعت کسی که به الله، به وحدانیت الله عقیده داره و عمل میکنه مطابق همین عقیده اینمی انسان است که اعمال لامه فقط موحدین به دستورشان داده میشه و اعمال از اینها هست از موحدین است که در میزان حسنات ارزش داره دیگه اعمال ارزش ندارن سومی فضیلت عقیده توحید چی است که سختی های دنیا و آخرت با این عقیده چی میشه؟ حل میشه چرا؟ وقتی که انسان عقیده توحید داشت میفهمه مرگم به دست الله هست زندگیم به دست الله هست مالک متصرف ما الله هست از کائنات الله هست به اندوزی قوت عقیده آرامش روانی هست یک علم از نام اسلامیک سایکولوژی روانشناسی اسلامی در عربی میگه علم و نفس الاسلامی اسلامیک سایکولوژی در انگلیسی میگه نشه این چی قسم است در علم نفس اسلامی میگه که اگر عقیدت 5 فیصد بود آرامش 5 فیصد است عقیده آرامش 50 فیصد عقیده خوب داشتی 50 فیصد آرامش داری 100 فیصد عقیده توحید داشتی 100 فیصد چی می‌داشته باشی آرامش می‌داشته باشی به اندازه قوت عقیده قوت چی می باشه؟ آرامش روحی و روانی می باشه چرا میفهمی که کل چیز کس از جانب است الله هست تا روزی که رزق انسان در زمین باشه اونم رزق خدا می فهم. رزق در کابل بود در کابل می در بود در می خرید. در فرانسه بود در فرانسه میتونیم رزق در گوانتانامو بود امروزی تا بسیاری کساس ده سال در گوانتانامو بندی مانده پس که بر آمده یک فلم هم کردم گفت این مرا ده سال بندی کرده بودن بیا سعی که ما چقدر ساز بود رقص بود دل بود کل گناه ها را کرده لکن در تقدیرش بوده که با اینمی گناه های کبیره و با اینمی بیدینی خود ده سال دا کجا تیر در گوانتانا مو کنی. تیر کنید تیر پس هم میگه من هیچ چیز نکردم دا سال بعد باش میگه آوالا تو هیچ کار نکرده بودی تو را ناقی آوردن برو رخصت است پس انسان مسلمان به اندازه توحید خود چی می باشه؟ بعض اندازه معقیده توحید خود قوت و آرامش روحی می فضیلت چهارمش چی است که عقیده توحید مانه باقی ماندن برای همیشه در دوزخ میشه یعنی کسی که عقیده توحید داشته باشه اگر گناه های کبیری داشته باشه که قابل بخشش هم نباشه و به دوزخ هم بره لیکن دائما به دوزخ عقیده شیدن نمیمانه یعنی بالاخره از دوزخ مبرای اول خب به دوزخ نمیره ان شاء الله تعالی به اساس و حدیث قبلا که خواندیم الله رحمان است و رحیم است و غفور است و تواب است رحمتش وسعت کل شی و در آخرت رحمتش به مؤمنان بسیار زیاد است اول خوی موحد خورد باز اگر بالفرض به اساس گناه هایی که کرده که دیگه باید به دوزخ می باز ای از خلود در دوزخ چی پیدا میکنه؟ نجات پیدا میکنه فضیلت پنجمشی می است خود عقیده توحید سبب بخشش گناه ها میشه ان الحسنات یذهبن السیئات و بهترین حسنه چی هست؟ بهترین حسنات عقیده توحید است. متوجه شده؟ و فضیلت ششمش چی است که سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت با عقیده توحید حاصل اگر انسان بفهمه ارزش عقیده خوده یک امریکایی برای کس گفته بود برای یک مسلمان که مثلا ده میلیون دلار سرمایه دارم و مسلمان برایش گفته بود که من ده میلیارد سرمایه دارم چی؟ چقدر؟ ده میلیارد گفتی ده میلیارد تا چی استفاده می؟ گفتی ده میلیارد سرمایه من, را راحت قلبی دادم آرامش دارم بادیگارد دارم ملائکه حفظ میکن بادیگارد ها دارم از بلاها چی دستم؟ کچالو که غذای همیشه فرست کلاس است کل راحت هم گفت نشان بده گفت تو چشم نداری که ببینی گفت خیر برم بگو خیلی که بشنم گفت که من ایمانی در دا قلبم دارم که از ده میلیارد بالاتر چی داره؟ تمام سعادت دنیا و آخرت بر ما چی میکنه؟ اگه همیال هم ملک الموت بیه بگه روحی رو میگیرم برش میگم اهلا و تو که ایمان نداری که این نام مرگ هم بگیرم او اون ملایی چه قبط مردم این ملاس همه از مرگ هم میزنن از یکان چیز دیگه اگر بزن چرا میترسانی برون؟ حالا چرا میترسی؟ پس معلوم میشه یک کسی آمد برای یکی از علما گفت که ما سای از دنیا را خوش داریم آخرت بعد ما میه؟ گفت دنیایتان آباد کردین آخرتتان خراب کردین کی خوشحال است که از آباده به ویرانه بره اگر دنیایت خراب میکردی آخرتت آباد میکردی باز او وقت خوش بودی که از این خرابه کجا بری؟ در راحت بری پس عقیده توحید برادرای عزیز خواهرای محترم بزرگترین سرمایه برای انسان مؤمنه که در مقابل ازی هیچ سرمایه جاگوزی نزی شده نمیتانه و السلام علیکم و رحمت الله و برکات